در کالاهاری جنوب آفریقا ساکن ماندن گزینه خوبی نیست. حیوانات پیوسته در حرکتند تا برای بقا نیازهایشان را بیابند، از چنگ شکارچیان بگریزند، از خطر دور شوند یا به میدان نبرد بشتابند. برخی به حرکت‌های گروهی عادت دارند و مسافت‌های طولانی می‌پیمایند. برخی دیگر ترجیح می‌دهند تنها حرکت کنند. اما در اینجا هر حیوانی جابجا شود، هدف قرار می‌گیرد و شکارچیان از هیچ چیز نمی‌گذرند. مرگبارترین حیوانات آفریقا، اهداف متحرک. بوتسوانا محل طولانی ترین مهاجرت پستانداران آفریقا است. در آغاز فصل خشک سال که این دشت به تدریج خشک می شود، هزاران گورخر برای یافتن چراگاهی بهتر مهاجرت خود را آغاز می کنند. در این سفر حیرت انگیز هزار کیلومتری، گورخرها از مناطق مختلفی عبور می کنند و به قلمروی شکارچیان گوناگونی قدم می گذارند. غریزه مهاجرت درون خون آنهاست. آنها دقیقاً از همان مسیری می روند که طی سالها نیاکان آنها رفتند و از کنار آبشخورهای حیاتی میانه راه عبور کردند. این فیل نر پیش از اینکه رئیس باشد محافظ است. تنها حضور او کافی است تا شکارچیان را دور کند، تا دیگران بتوانند با خیال راحت آب بنوشند. اما گاهی خود او هم از ازدحام این همه حیوان شاکی می شود. حرکت گروهی به گورخرها حس امنیت کاذب می دهد. در واقع هرچه تعداد آنها بیشتر باشد، توجه شکارچیان بیشتری را جلب می کند. از نگاه این ماده شیر، گورخرها یک سفره متحرک به حساب می آیند. طعمه لذیذی برای یکی از مرگبارترین شکارچیان آفریقا. او باید هدف متحرک را انتخاب کند. گورخر برای اینکه سرعتش از شیر بیشتر شود به 5 ثانیه زمان نیاز دارد. البته یک گورخر بالغ چون این توانی دارد. اما برای این کره کوچک همه چیز تمام است. این حیوانات برای فرار از چنگ شکارچیان به شتاب بالا نیاز دارند، ولی مهاجرت قدرت بدنی فوق‌العاده‌ای می‌خواهد. در این میان یک حیوان گویی فقط برای جابجا شدن خلق شده است. گوزن‌های یالدار پشتی شیبدار و شانه‌های نیرومند دارند که به کمک آن می‌توانند مسافتی طولانی را با صرف انرژی کم بپیمایند. غباری که در اثر حرکت هزاران سم به هوا بلند شده، به وسیله پرده‌ای که درون بینی حیوان قرار دارد جذب می‌شود و بویی که از بدن این حیوانات تولید می‌شود به آنها کمک می‌کند در تاریک‌ترین شب‌ها یکدیگر را پیدا کنند. گوزن‌های یالدار نیروی غیرقابل توقف ایجاد می‌کنند و پیوسته رو به جلو حرکت می‌کنند. تنها تهدید جانی است که آنها را از مسیرشان منحرف می‌کند و در این شرایط هر کدام به تنهایی فرار می‌کنند. اگرچه ممکن است آنها در مسیر حرکت خود تلفات زیادی بدهند، ولی همین مهاجرت بهترین فرصت برای بقای آنهاست. شیرها برای سیر کردن شکم خود همیشه مجبور نیستند گله‌ها را تعقیب کنند. آنها فقط باید بتوانند حرکت بعدی هدف خود را پیش بینی کنند. این درسی است که توله‌ها از سنین اولیه یاد می‌گیرند.
آنتلوپ ها از بودن در نزدیکی یک گل از شکارچیان بی‌پروا ترسی ندارند. آنها در برابر شیرها از برتری دست نیافتنی برخوردارند. آنتلوپ می تواند به سرعت از شیر پیشی بگیرد. اما این آنتلوپ که فکر کرده شکار تمام شده، بزرگترین اشتباه را مرتکب می شود و سرعت خود کاسته است که ناگهان ماده شیر دیگری که در کمین نشسته حمله را آغاز می کند. آنتلوپ خسته از گریز سعی می کند سرعت خود را افزایش دهد. درسی برای طول شیرها که چگونه حیوان سریع‌تر از خود را از پای در بیاورند و درسی تلخ برای آنتلوپ: هرگز از دویدن دست نکش. گله‌های بزرگ که در جستجوی آخرین قطره‌های آب به حرکت خود ادامه می‌دهند، شاهراهی در مسیر خود درست می‌کنند. در این مسیر هم شکار و هم شکارچی حرکت می کنند، زیرا آب نیاز مشترک همه آنهاست. آبشخورها مکانی خطرناکند، زیرا همه عصبی‌اند و البته از ناکافی بودن فضا شکایت دارند. گله‌ها به هم برخورد می کنند و بزرگترها راه خود را باز می کنند. آب نوشیدن در برکه‌ای که درون آن یک از خطرناک‌ترین حیوانات آفریقا آب تنه می‌کنند خالی از خطر نیست. اما هیچ کس آنقدر شجاعت ندارد که او را وادار به ترک آب اشکر کند. برای فیل‌ها آب از غذا مهم‌تر است. آنها هر روز به 100 لیتر آب نیاز دارند. وقتی آب کم شود، این غول‌ها هر روز باید با پدیده کم آبی بدن خود مقابله کنند. تنها گزینه آنها ادامه حرکت است. این گله خسته از راه و نبرد، با هدایت پیرترین ماده به حرکت خود ادامه می‌دهد. او از حافظه حیرت انگیز خود استفاده می‌کند تا خاطره سفر سال‌های قبل را به یاد بیاورد و همراهانش را به نقطه‌ای که می‌داند در آن آب هست هدایت کند. تا یه سالها او نقشه صدها نقطه و علامت و نشانه را در خاطره خود ثبت کرده است. فیل‌ها اگر مجبور باشند روزی 80 کیلومتر راه می‌روند. سرعت آنها با گام کندترین عضو گروه تنظیم می‌شود. حتی برای این حیوانات غول پیکر هم در دشت‌های آفریقا هیچ گذرگاهی امن نیست. سرانجام فیل ماده بزرگ آنها را به سوی یک منبع آب زیرزمینی هدایت می‌کند. اما یک گله فیل نر قبلا به اینجا آمدند و مشغول نوشیدن هستند. وقتی پای شراکت در چنین منبع ارزشمندی باشد، حتی این غول‌های آرام به آسانی راضی نمی‌شوند. ماده‌ها و فرزندانشان از آبشخور رانده می‌شوند، در حالی که هنوز تشنه‌اند. روزها طول می‌کشد تا آنها از نو آب پیدا کنند.
گراس چنین نگرانی هایی ندارد. آنها به زندگی در بیابان به خوبی خو گرفتند و می توانند مدت های طولانی بدون آب دوام بیاورند. حتی وقتی علف ها مردند، آنها می توانند با بیرون آوردن ریشه ها شکم خود را سیر کنند. اما آنها پاهای بلند و گردن کوتاهی دارند و برای رساندن پوزه خود به سطح زمین باید زانو بزنند. شاید این وضعیت در حین چرا سخت به نظر برسد، ولی بلند بودن پاهای گراس دلیلی دارد. این گراس ناگهان خود را در میان گله ای از شیرها گرفتار می‌بیند. حالا موضوع سر مرگ و زندگی است. اگر او فرار کند، شیرها دنبالش می‌کنند. اما اگر بی حرکت بماند، ممکن است او را میان علف‌های بلند گم کنند. حرکت کند یا حرکت نکند، شما بودید چه می کردید؟ یک رویارویی در دشت‌های بوتسوانا. گرازی نر که با یک گله شیر محاصره شده است. او باید تصمیم بگیرد بماند یا فرار کند و باید به سرعت تصمیم بگیرد. او تصمیم می‌گیرد فرار کند. گراز وقتی به زانوست کند است، ولی روی پاهایش سرعت زیادی دارد و میتواند با سرعت 50 کیلومتر در ساعت بدود. او و خانوادهش به سرعت به سوی تونل هایشان فرار میکنند، درست همانطور که شیرها پیش بینی کرده بودند. تصمیم به فرار به قیمت جانش تمام شد، ولی خانوادهش فعلا سالم ماندند. با کم شدن آب در برکه ها، آنها درون آن زندگی می کنند. دیگر توان ماندن ندارند. این توله ها درون بیش هزار هدفی ثابت هستند. آنها نمی توانند روی پاهایشان بیستند و کاملا بی‌دفاعند. توله های این ماده شیر فعلا در برابر هر شکارچی آسیب پذیرند. 80% توله شیرها دومین سالگرد تولدشان را نمی بینند و یکی از مهمترین خطرهایی که تهدیدشان می کند از جانب هم نوعانشان است. مادرشان نزدیک شدن خطر را حس کرده است. این یک ماده شیر تنها از گله رقیب است. او قصد دارد توله ها را بکشد تا گله رقیب را تضعیف کند. اما این مادر برای دفاع از خانواده اش دست به هر کاری می زند. او غریبه را مشایعت می کند تا دور شود، ولی توله ها هنوز در امان نیستند. ماده شیر تنها ممکن است برگردد تا مأموریتش را تکمیل کند. بنابراین او آنها را به آرامی یکی یکی بر می دارد و به پناهگاه دیگری می برد. این کار دشواری است، زیرا توله های او برای اولین بار دنیای بد و بی‌رحم را به چشم می‌بینند. توله ها فعلا در این پناهگاه تازه در امان هستند، ولی ممکن است او دوباره مجبور شود آنها را جابجا کند. حتی این حاکمان آینده دشت فعلا در دنیای بی‌رحمشان در امنیت به سر نمی‌برند. آنها که به خاطر جثه بزرگشان نمی توانند پنهان شوند و مدام در فضای باز هستند نیز خطر تهدیدشان می کند.
این گله فیل باید هرچه زودتر آب پیدا کنند، ولی صاحب پاهای کوچک یارای این راه پیمایی را ندارد و به تقلا افتاده است. یک سوم فیلها قبل از پایان یک سالگی میمیرند، بسیاری از گرسنگی میمیرند یا شکار میشوند. این گله در مسیر خود از کنار گله های شیرهای در حال استراحت عبور می کند و یک ماده شیر به بچه یک فیل چشم دوخته است. فیل ترسی نشان نمی دهد. و در عملیات پیشگیرانه به شیرها حمله می کند. اما شیرها هم از جای خود برخاستند و آماده حمله اند. بچه فیل کوچک در معرض خطر است. در دشت‌های وحشی بوتسوانا یک فیل ماده و فرزندش از سوی گله شیر مورد حمله قرار گرفتند. گله شیر که تعدادشان بسیار بیشتر است، آنها را محاصره کردند. شیرها به مادر حمله می کنند تا حواسش را از بچهش منحرف کنند. اگر او به فرزندش پشت کند، آنها کاملا موفق می شوند. اما این ترفند ساده نیست. بچه فیل با هر قدم مادرش قدم بر می دارد. با شجاعتی که از مادرش در دفاع از خانواده به ارث برده است، او حتی در حمله به شیر نر مشارکت می کند و او را هراسان عقب می راند. بچه فیل با تقلید از رفتار مادر و فاصله نگرفتن از او جان خود را نجات داده است. گاهی اوقات قهرمانان لزوماً جثه بزرگی ندارند. با توجه به نباریدن باران و رسیدن دما به بیش از 38 درجه، حیوانات به جستجوی خود برای یافتن آب و غذا ادامه می‌دهند. قطعاً تلفاتی رخ می‌دهد که یا شکارچیان از آن استفاده می‌کنند و یا زیر گرمای آفتاب تجزیه می‌شوند. برای برخی دیگر، این مرگ و میر نوی بخش زندگی است. کرکس ها شکارچی نیستند و فقط پسمانده خارند. آنها از آسمان همه جا را به دنبال حیوانات ضعیف یا مرده جستجو می کنند. کرکس ها سوار بر جریان گرم هوا می توانند ساعت ها در آسمان بمانند بدون اینکه یک بار بال بزنند. در فصل خشک سال به کمک همین جریان هوای گرم می توانند گله های مهاجر را دنبال کنند و از مرده هایشان تغذیه کنند. در این مرحله مرگ و میر زیاد است و آنها از فاصله 7 کیلومتری می توانند یک لاشه را ببینند و دور آن جمع شوند. کرکس ها می توانند لاشه ای را ببلعند و تنها بخش اندکی از آن را بر جای بگذارند. آنها انقدر شکمشان را پر می کنند که گاهی پرواز برایشان دشوار می شود. در حال که قحطی همه را آزار می دهد، کرکس ها از آن سود می برند. اما حیوانات تنها موجوداتی نیستند که حرکت می کنند. هوای خشک سبب ایجاد بادهای شدیدی می شود که در نهایت هر چشم‌اندازی را تغییر می دهند.
باد خاک خشکیده را به هوا بلند می کند و غباری خفه کننده تشکیل می شود. حیوانات در این هوای آلوده و خفه کننده به سختی پیش می روند تا به هوای صاف برسند. برخی از آنها مانند فیل و زرافه می توانند هوا را از غبار تصفیه کنند. برخی دیگر رو در روی بادهای غبارآلود پیش می روند و عقب نمی نشینند. اما گیاهان خشکیده و رعد و برق همراه با طوفان خطرهای بزرگتری را هم به دنبال دارند. آتش سوزی. باد شدید و گرمای زیاد می تواند کوچکترین شعله ای را به یک جهنم واقعی تبدیل کند. آتشی که روزها شعله می کشد بدون اینکه قابل هدایت باشد. شعله های آتش به هر کسی که در مسیرش باشد رحم نمی کند. اما در این چشمانداز نیم سوخته همه چیز به نفع شکارچیان تمام می شود. پرندگان در هوا چرخ می زنند و حشرات و جوندگانی که از دالانهای نیم سوخته خود بیرون آمده اند را شکار می کنند. و آنهایی که به سوی شعله ها می آیند تلاش می کنند از بازماندگان آتش تغذیه کنند. حالا یک قحطی مرجبار بر پهنه کالاهاری پنج انداخته است. معدود منابع آب باقی مانده در تسلط کامل شکارچیان است. فیل‌ها چاره دیگری جز قدم گذاشتن به لانه شیرها ندارند. این شیرها هم دچار سوء تغذیه شدند. از آنچه آنها به طور معمول شکار می کردند چیز زیادی باقی نمانده است. تنها غول پیکرها باقی ماندند. آنها در میان درماندگی کم کم به شکارهای دشوار تر فکر می کنند تا گرسنگی روز افسونشان را برطرف کنند. غریزه شیرها برای خوردن سبب جسارت بیشتر آنها می شود. آنها گله فیلها را در میان درختان دنبال می کنند. شیرها می توانند نقطه ضعف آنها را پیدا کنند. حالا وقت حمله است. در کالاهاری گله از شیرهای گرسنه به یک گروه خسته و شکرنده از فیلها حمله کرده اند. فیل بعد از هفته ها راه پیمایی با شکم گرسنه حالا تمام توان باقی مانده خود را صرف مقابله با مهاجمان می کند. شیرها دست بالا را دارند. آنها وزن خود را روی هم می‌گذارند تا این غول را به زانو در بیاورند. مرگ این فیل می‌تواند جان گله‌ای از شیرها را نجات دهد که در آستانه مرگ بر اثر گرسنگی بودند. بغل مادر را ترجیح می‌دهند. این دسته بابون‌ها شب را بر بالای درختان سپری کرده‌اند. اما حالا باید برای یافتن غذا به سطح زمین بیایند و در اینجاست که ممکن است هدف شکارچیان قرار بگیرند. بچه بابون در پنج هفته اول زندگیش در آغوش مادر می‌ماند و وقتی راه رفتن را یاد بگیرد، نگه داشتن آن در نزدیکی مادر کار ساده‌ای نیست.
دور شدن از گروه به منزله حکم مرگ است. همیشه کسی هست که آنها را می پاید. این سگ وحشی به دنبال جدا افتاده است که بتواند شکار کند. و بابون نوجوان در خط آتش او قدم بر می دارد. اما بابون ها راه بردی دارند. هیچ کس نباید تنها جایی برود. اگر عضوی از گروه جایی برود، دیگران به سرعت به او می پیوندند تا مطمئن شوند هیچ کس در فضای باز تنها رها نشده است. عیسای وحشی که برای حمله به گله در هم تنیده بابونها آمادگی ندارد، می رود تا شانس خود را جای دیگر آزمایش کند. خانواده‌ای که با هم حرکت می کنند، در کنار هم می مانند، هیچ کس عقب نمی ماند. برخی در اینجا به پایان راه خود می رسند. فیل ماده راهنمای گله مرده است. اعضای گله جسد او را بو و نوازش می کنند و بدین ترتیب به او ادای احترام کرده و خداحافظی می کنند. نقشه او برای یافتن آب نیز با او مرده است. گله همان اطراف حیران مانده است. آنها بدون رهبر خود سرگردان شدند. حالا نوبت دومین فیل ماده پیر است که آنها را هدایت کند. در حالی که آب زیادی باقی نمانده، او باید سعی کند محل آبشخورها را به خاطر بیاورد. این حالا مهمترین مأموریت اوست، ولی آنها تنها نیستند. او و خانواده‌اش می توانند در این سفر به سایر گله ها بپیوندند و با هدایت فیل های با تجربه تر به سوی آب بروند. آنها به اتفاق راهشان را پیدا می کنند. در افق نشانه هایی از آسایش دیده می شود. طوفانی که از مدت ها پیش منتظرش بودن آغاز شده است. باران در راه است. در گوشه از دشت کلهری، باران‌های نجات بخش تابستانی آغاز شده است. هزاران گور، خر و گوزن یاردار به این دشت‌های تازه و پر علف رسیدند. سفر طاقت فرسای آنها به پایان رسیده است. این باران برای آنها امید و نجات برمغان دارد. طبیعت موازنه قوا در طبیعت را از نو برقرار کرده است. این تغییر فصلی مهم جنب و جوش فراوانی به دنبال دارد. گونه های زندهی که به وفور از هر گوشه سر برآورده اند. در طی یک روز موریان‌های بالدار از تونل‌های زیرزمینی خود بیرون آمدند و برای پرواز سرنوشت‌ساز خود آماده می‌شوند. همه نرها و ماده‌های آماده باروری به پرواز در می‌آیند. به یک منظور تا با کلونی‌های دیگر قاطی شوند و جفت‌گیری کنند. آنها همه با هم در یک روز بیرون می آیند و این احتمال بقا را بیشتر می کند. ولی بسیاری از آنها هم شکار می شوند. پرندگان منتظر چنین روزی بودند که هوا از طعمه پر می شود. نر و ماده‌ای که جفت‌گیری می کنند به پادشاه و ملکه کلونی آینده خود تبدیل می شوند. آنها که موفق نشوند در تنهایی می میرند. هنوز ما نمی‌دانیم موریان‌ها چگونه همه هماهنگ در یک روز معین بیرون می‌آیند. حضور انبوه حشرات با خود یکی دیگر از حیرت‌انگیزترین نمایش‌های حیات وحش را به همراه می‌آورد.
حدود 5 میلیارد قطعه پرنده مهاجر خود را به اینجا می رسانند. صدها هزار قطعه کویلیا برای آشیانه سازی به اینجا آمده اند. آنها به صورت توده های ابر مانند بزرگ با هم پرواز می کنند. این اجتماع واقعا نفس هر بیننده ای را در سینه حبس می کند. این پرواز کاملا هماهنگ نیاز به مهارت فراوان دارد. این پرنده ها در حالی که با سرعت 35 کیلومتر در ساعت پرواز می کنند، کاملا هماهنگ با هم جابجا می شوند و به موقع از برخورد با یکدیگر پرهیز می کنند. کویلیا به نوبت بر سطح آب قرار می گیرد و آب می نوشد. ولی هرگز روی سطح آب نمی نشینند، زیرا نمی دانند زیر سطح آب چه چیزی منتظرشان است. پلیکان ها هم استاد هماهنگی هستند. آنها با آرایشی هفتی شکل از اروپا به اینجا می آیند و در کنار رودها جمع می شوند. آنها در مدت مهاجرت 1/4 وزن خود را از دست دادند. اکنون آنها به فکر غذا هستند و برای یافتن آن با هم همکاری می کنند. آنها همانند شناگرانی هماهنگ ماهیان را به سمت آبهای کم عمق می برند. و در آنجا با منقارهای کیسه مانندشان آنها را صید می کنند. پس از یک تابستان سخت و بیروح، آسمان اکنون شاهد جنب و جوش فراوانی است. در اینجا هر تازه واردی نیاز دارد به سرعت حرکت کند. گوزن‌های یالدار در ابتدای فصل پرباران زایمان می کنند تا فرزندانشان غذای کافی داشته باشند. این نورسیده تنها چند دقیقه پیش متولد شده، ولی به حکم غریزه بلافاصله روی پاهای خود می ایستد. این مهمترین مرحله زندگی اوست. فصل زاد و ولد شکار، فصل فعالیت شکارچیان خون‌آشام هم هست. این شتر مرغ نر مسئول نگهداری از یک دسته جوجه است. این کار به ویژه هنگام عبور از علفزارهای باز بسیار چالش برانگیز است. سید باشی یا صیاد، عبور از فضای باز به همراه فرزندان بسیار دلهره‌آور است. این خانواده روباه گوش خفاشی لانه خود را در جستجوی غذا ترک کردند. اما پیش از آن مادر محوطه را وارسی کرده که خطری نباشد. حیوانات مجبورند فرزندان کوچک و بیدفاع خود را به این میدان جنگ بیاورند. قانون شماره 1، برای بقا باید حرکت کرد. این بچه ایمپالا تنها چند روز سن دارد، اما ممکن است امروز آخرین روز عمرش باشد. در بوتسوانای شمالی یک ایمپالای تازه به دنیا آمده به سختی روی پاهای خود ایستاده است. او به محیط امن گله برگشته و باید هر حرکت مادر را تقلید کند، وگرنه با پیامدهای مرگباری روبرو می شود. او که راه رفتن ساده را به تازگی یاد گرفته، حالا برای نجات جانش باید بدود.
غریزه او برای فرار حکم درستی داده بود، ولی پاهایش آنقدر سری نبود که به نجات جانش کمک کند. بستر خشکیده ی رودخانه اکنون دوباره پر از آب می شود و چشمانداز پیرامون آن تغییر می کند. جایی که تا چندی پیش کاملا خشک بود، حالا از آب و علف تازه پر شده است. در کالاهاری یک بار دیگر زندگی موج می زند. گورخرهای مهاجر حالا بیش از نیازشان آب دارند. چرندگان دیگر مجبور نیستند از جایی به جای دیگر بروند و فرصت دارند شکمشان را سیر کنند. پس از ماها جستجو، خانواده فیلها و فرزندان پرتاقتشان بالاخره به آب کافی میرسند. ماده فیل و رئیس تازه گروه ممکن است از چند سال پیش به اینجا نیامده باشد، ولی یک فیل هرگز چیزی را فراموش نمی کند. پیر و جوان از آب‌های عمیق رودخانه نهایت استفاده را می‌کنند. فیل‌ها به عنوان بزرگترین حیوانات خشکی باید هر سال تغییرات بی‌رحمانه فصل‌ها در کالاهاری را تحمل کنند. تاوانی که آنها در این میان می‌پردازند بسیار سنگین و پاداششان هم قابل توجه است. آبراهای تازه‌ای که ایجاد شده برای زندگی حیوانات وابسته به آب و جابجایی مستمر آنها حیاتی است. حسفای آبی اکنون با استفاده از رودها و کانالهای کم عمق می توانند دوباره آزادانه حرکت کنند، اما برخلاف انتظار اسب آبی نمی تواند شنا کند یا حتی روی آب شناور بمانند. آنها در واقع بر بستر رودها راه می روند یا می دوند و هر بار می توانند حدود 5 دقیقه نفس خود را زیر آب نگه دارند. تمساها هم می توانند از نو آزادانه شنا کنند، هر جا بروند و با خود ترس و وحشت برمغان ببرند. آنها حالا می توانند جفتی برای خود پیدا کنند، ولی با توجه به اینکه مدتی طولانی درون حفره زیر زمین بدون غذا خوابیدند، رفع گرسنگی اولویت اول است. شدت گرسنگی هرچقدر باشد، سلسله مراتب نباید موقع غذا خوردن فراموش شود. این نر بزرگ حضور خود را اعلام کرده است. دیگران باید منتظر بمانند نوبتشان شود. در فصل باران غذا از نو فراوان می شود. در زمان مناسب، گله‌ها خود را برای سفر بازگشت آماده می‌کنند. این چرخه بی‌پایانی از حرکت است که هم تهدید کننده زندگی و هم نجات بخش است.